پیدایش زمین، داستان سنگی که جان گرفت، قسمت دوم. 700 میلیون سال بعد از پیدایش سیاره زمین، در طی میلیون ها سال ماه از زمین دورتر میشه و سرعت چرخش زمین هم آروم آروم کم میشه. زمین کم کم شبیه به جایی میشه که ما میشناسیم، اما جو زمین هنوز سمی و دما هم خیلی بالاست. هیچ موجودی نمیتونه در این شرایط زندگی کنه، باز هم شهاب باره ها. اما این بار مواد دیگه ای رو مثل کربن و اسیدهای آمینه که بلوک های سازنده پروتئین ها و مولکول های زیستی هستند و از اعماق فضا به کف اقیانوس ها آوردن. شهری از دودکش های زیر آب. آب دریا از طریق شکاف های پوسته زمین پایین میره، داغ میشه و مواد معدنی و گاز ها رو با خودش همراه میکنه. این ترکیب قدرتمند با فشار زیاد به اقیانوس برمیگرده و این دودکش ها رو به وجود میاره. موادی که از دودکش ها بیرون میان و ترکیب اونها با موادی که شهاب واره ها به دریاها منتقل کردن، آب رو تبدیل به سوپی شیمیایی میکنه. گرچه ما هنوز نمیدونیم به چه شکلی و چه زمانی این اتفاق افتاده، اما احتمالاً ترکیب این مواد باعث به وجود اومدن حیات در زمین شده و آب الان پر از ارگانیسم های میکروسکوپی شده. این تکسلولی ها اولین موجودات زنده در زمین هستند، اجداد همه موجودات زنده در زمین. برای پیدا کردن موجودات پیشرفته تر باز هم باید جلوتر بریم. هر کدوم از اینها جمعیتی از باکتری های زنده هستند، کلونی هایی به نام استروماتولیت. این باکتری ها به شکلی نور خورشید و به غذا تبدیل می کنند. اسم این فرایند فتوسنتز نام داره. از نیروی خورشید برای تبدیل دیوکسید کربن و آب به گلوکوز استفاده میکنه. شکلی ساده از قند، شبیه به همون چیزی که با اون چایمون و شیرین میکنیم. اما این تبدیل عجیب باعث آزاد شدن یک محصول جانبی هم میشه، گازی به نام اکسیژن. سطح اکسیژن توی 2 میلیارد سال بعدی بیشتر میشه و با کم شدن سرعت سیاره روزها طولانی تر میشه. حالا یک روز حداقل 16 ساعت. 3 میلیارد سال بعد از تولد زمین هنوز هیچ گونه پیچیده از حیات، هیچ گیاهی، گل زیبایی، سگ باوفا یا انسانی وجود نداره. فعالیت های هسته زمین باعث جابجایی سطوح سنگی زیر پوسته میشه. در گذر میلیون ها سال این جابجایی ها باعث به وجود اومدن یک ابرقاره بزرگ به نام رودینیا میشه. 750 میلیون سال پیش ابرقاره بر اثر تکنوتیک صفحه‌ای در حال تقسیم شدنه. در اثر این فعالیت های زمین شناختی آتش فشان های زیادی پدید میاد و دیوکسید کربن رو در هوا آزاد میکنن و دیوکسید کربن با آب ترکیب میشه و باران اسیدی به وجود میاد. سنگ ها دیوکسید کربن رو جذب میکنن. وجود دیوکسید کربن باعث نگه داشتن دمای سیاره میشه. اما مقدار دیوکسید کربن حالا کم شده و باعث سرد شدن زمین میشه. در چند هزار سال دمای هوا تا حدود منفی 50 درجه پایین میاد. 650 میلیون سال پیش دوران زمینگوی برفی آغاز شده. این دوره طولانی ترین و سردترین عصر یخبندان در تمام طول تاریخ زمین بوده. نور خورشید به میزان بیشتری از زمین بازتاب میشه و سرما شدیدتر میشه و دیواره ای از یخ به ارتفاع حداقل 3 کیلومتر در کل سیاره ایجاد میشه. به نظر میرسه حالا هیچ چیز، حتی خورشید هم نتونه سیاره ما رو نجات بده. 15 میلیون سال زمین مثل یک تیکه یخ در فضا شناور بود. چیزی باید زمین رو از این زندان یخی آزاد کنه. آتش فشان ها قیام میکنن و میلیاردها تن دیوکسید رو در هوا پخش میکنن و بعد از 15 سال یخ ها شروع به آب شدن میکنن. حالا زمین گرمتر میشه. 540 میلیون سال پیش ما در حال ورود به یکی از پویاترین دوره ها در تاریخ زمین هستیم، دوره انفجار کمبریان. گیاهان به وجود اومدن، موجوداتی به تکامل رسیدن. خنجرپشت یکی از اولین موجودات پیچیده چند سلولی در دریاها زندگی میکنه.
افزایش اکسیژن، رشد بیشتر و تشکیل ساختارهای استخونی را برای جانداران ممکن کرده. کرمها، اسفنجها و تریلوبیتها، بستگان دور حشرات. زندگی در اقیانوس در حال شکوفا شدن، اما هنوز راه زیادی در پیشه. در قسمت سوم با ما همراه باشید تا از ادامه این داستان عجیب برای شما بگیم.